سلام دوستان، امروز با ویدیو آموزش لواشک آلو از کانال خوشمزه در خدمتتون هستم. برای درست کردن این لواشک خوشمزه احتیاج داریم به آلو که من تقریبا اینجا 2 کیلو و 300 گرم آلو استفاده میکنم. حدود 1/2 پیمانه یا 100 میل آب نیاز داریم و همینطور آب 1 عدد لیموی تازه. ابتدا آلوها رو تمیز میشوریم و هسته هاشون رو جدا میکنیم. برای جدا کردن هسته ها میتونید آلو رو به دو نصف تقسیم بکنید و خیلی راحت هسته رو در بیارید، یا اینکه با چاقو خوردش بکنید که هسته جدا بشه. به این روش پوست آلو رو جدا نمیکنیم که مزه و ترشی بهتری به لواشکمون بده. هسته آلوها رو که گرفتیم، ظرف رو منتقل میکنیم روی حرارت. آب 1 عدد لیموی تازه که داشتیم رو بهش اضافه میکنیم، همینطور نصف پیمانه آب و اجازه میدیم تا آلوها کامل بپزن. بعد از اینکه آلوها به جوش اومد، برای اینکه ته نگیره میتونیم گاهی همش بزنیم. وقتی آلوها کامل پختن و له شدن، زیرش رو خاموش میکنیم و اجازه میدیم کامل خنک بشن. بعد با استفاده از مخلوط کن، من اینجا از این همزن دستی استفاده میکنم، کامل آلوها رو له میکنیم. توی این مرحله میتونید بر اساس ذائقتون یه مقدار نمک و یا شکر هم به مایه اضافه بکنید. وقتی که کامل یک دست شد، منتقل میکنیم به سینیایی که آماده کردیم. من اینجا از سیلیکون مد داخل سینی استفاده میکنم و زیرش رو پلاستیک رپ کشیدم. میتونید فقط از پلاستیک رپ استفاده بکنید یا از کاغذهای مخصوص شیرینی پزی هم میتونید برای زیرش استفاده بکنید، و یا فقط میتونید سینی رو کمی چرب بکنید و به این شکل استفادهش کنید. تقریبا هر سینی رو به قطر 0.5 سانت با پوره آلو پر میکنید. همه سینی ها رو که آماده کردیم داخل فر 170 درجه فارنهایت یا 75 درجه سانتیگراد قرار میدیم. زمانش تقریبی هست 5 تا 10 ساعت ممکنه طول بکشه، یکم کمتر یا بیشتر، که این بستگی داره به دمای داخل فر. دمایی که اینجا استفاده میکنیم کمترین درجه فر هستش. همینطور اگر جایی زندگی میکنید که آلودگی و گرد و خاک کمتر هست، میتونید لواشک ها رو توی آفتاب هم خشک بکنید. لواشک های من داخل فر تقریبا حدود 10 ساعت طول کشید تا آماده بشن. سینیایی که پایین تر بودن و به حرارت نزدیک تر بودن زودتر آماده شدن. بنابراین بهتره که بعد از چند ساعت چک بکنیم که اگر آماده بودن از داخل فر در بیاریم تا بیش از حد خشک نشن. دوستان، لواشک های ما هم آماده شدن. اگر که میخواییم به صورت نفری آماده بکنید، میتونید برش بزنید و رول بکنید، و یا میتونید به صورت مربعی برش بزنید و داخل زیپلاک بگ برای مدت طولانی داخل یخچال و یا فریزر نگهداری کنید.
امیدوارم که از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه، درست کنید و لذت ببرید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار. دوستان فراموش نکنید که ویدئومون رو لایک کنید و کانال خوشمزه رو سابسکرایب کنید. همینطور صفحه فیسبوک و اینستاگرام خوشمزه رو دنبال کنید که آپدیت های جدید رو بگیرید.